چک کردن. دوم اینه که پیام هایی که کلن از خانواده اومده و در چه خانواده بزرگ شدن و آیا جنسیت، سکشوالیتی، روابط عاطفی اصلا جزوی از گفتگوها، صحبتها، چیزی رو که دیدن بین پدر و مادرشون چیزی بوده که ایشون باهاش روبرو شدن و یا اینی که نه کلن بد دونسته شده، شناختش بد بوده یا اصلا چیزی جلوشون نبوده که این رو آنچنان براشون باشه. مثلا بعضی موقع هستش که یک مردی با یک مادرش فقط زندگی میکنه، پدرش نبوده و جفت بودن مادر و پدر رو ندیده و تنها رابطه ای رو که با یک زن برقرار کرده رابطه مادر و فرزندیه و از اونجاست که این میل ممکنه درش به وجود نیاد. بر صورت ما فکر میکنم بیشتر سوال داریم مطرح میکنیم تا پاسخ، ولی این سوال ها رو مطرح میکنیم تا ایشون یک مقدار برن و این مسائل رو نگاه کنن. ایشون هم در ایران هستن، من پیشنهاد میکنم روانشناسان بسیار بسیار خوبی در ایران هستن که میتونن باشون در تماس باشن و شروع کنن که این روابط رو یک دلایلش رو پیدا کنن و بعد اگر پس از دلایل متوجه شدن که میل میتونن به وجود بیارن و برن جلو، اون وقت دیگه میتونن بگم که مهارتش رو ندارن و بعد باید شرایطی رو به وجود بیارن که مهارت اون رو هم به دست بیارن. بعضی موقع میبینین ماها پسرعموی داریم، پسرخاله‌ای داریم، برادری داریم، کسی هست که باهاش میریم و یاد میگیریم از اون که چطور ممکنه همون که شما میفرمودین لاس زد یا نخ داد یا شرایطی رو به وجود آورد که با یک نفر دوست شد و بعدش که خب اون یک کسی پیدا کردیم که اون هم برگشت داره میزنه و لاس میزنه با ما و دلش میخواد با ما دوست بشه، بعد دیگه چه نوع گفتاری هست و کل رابطه رو، رابطه برقرار کردن رو مثل یک بچه که تازه تاتی تاتی داره میکنه و بعد شروع میکنه راه رفتن یا کسی که داره دوچرخه سواری یاد میگیره یا هر مهارت دیگری رو اگر ایشون تو خانوادهشون ندیدن یا متد سالمش رو یاد نگرفتن، به هر صورت بشرتی به وجود بیارن که شروع کنن یاد گرفتن از کسی. این خیلی مهمه که واقعا به هر سه مسئله‌ای که ممکنه باعث این مسئله شده باشه نگاه کرد. یکی هم جنسگرایی هستش، دیگری همون لول تستوسترون هست که شما گفتین و سومی این حالت روانی هست که به هر دلیلی ممکنه در یک شخص به وجود بیاد. حتی هستن کسایی که اورت یا اورژن، یعنی نه تنها هیچ جذبه‌ای ندارن بلکه یه حالت تنفر هم نسبت به این رابطه پیدا می کنن و یک حالت روانی هست که حتما باید یک روانشناس بهش نگاه بکنه. بنابراین صریحا مسئله همجنسگرایی یا تستوسترون نیست، اون مسائل روانی بسیار پیچیده است و می تونه مسائل بسیار زیادی رو به وجود بیاره در وجود یک نفر که می تونه اون رو زده بکنه از رابطه برقراری سکشوال و نزدیکی با کسی که جنس مخالف هست. بنابراین واقعا مهم هست که ایشون کسی رو ببینن و خیلی با دیتیل، خیلی با مشخصات ریز از گذشته و از اینکه چطور بزرگ شدن و تمام چیزایی که پلوی کسی که برن کاملا راهنماییشون میکنه و ازشون یه هیستوری کامل میگیره تا بتونه به ریشه این مسئله پی ببره. ما حتی اطلاعاتی نداریم که بدونیم آیا ایشون افسرده هستن و یا مواد مخدر یا الکل زیاد استفاده میکنن و همه این موارد میتونه که تمام میل جنس به جنسیت رو بیاره پایین. البته میگم من تو سخنانشون بیشتر این حد رو میزنم که کلن فقط میل جنس به جنسیت، به سکشوالیتی و سکس داشتن نیستش که ایشون ندارن، کلن اصلا نمیدونن چجوری رابطه برقرار بکنن و اون خیلی خیلی مسئله مهمیه که ارتباط برقرار کردن کلن با جنس مخالف رو بتونن شروع بکنن و یاد بگیرن مسئله خیلی مهمیه. اون بی انگیزگی و بی علاقگی یک نشونه شدیدی از دیپریشن عمیقی هست راجع به این ماجرا که واقعا باید بهش خیلی با دقت نگاه کرد. خب ایمیل سومی که داریم از آقای عزیزی هست که در جواب صحبت شما با خانم دکتر آفاری هفته پیش، برای بینندگانی که با ما نبودید،
خانم دکتر جانت آفاری که نویسنده در حقیقت ایشون الان استاد دانشگاه UC Santa Barbara University of California Santa Barbara و هد ایرانیان استادیز در اونجا هستن و چند کتاب نوشتن و یکی از کتابهایی که مخصوصا راجبش هفته پیش داشتیم صحبت میکردیم Sexual Politics in Modern Iran که به فارسی هم بود سیاست‌های جنسی در ایران مدرن. ایشون نویسنده کتاب‌های دیگه مثل تاریخ مشروطه و میشه فوکو و انقلاب ایران و این یکی که خیلی واقعا یکی از بهترین کتاب‌هاییه که من خوندم راجبه و خیلی یاد گرفتم راجبه تاریخچه ازدواج، راجبه تاریخچه جنسیت و تاریخی که مرد و زن بودن و خیلی از مسائلی که کلن در فرهنگ ما بوده در این کتاب هستش. Sexual Politics in Modern Iran شانت آفاری به تمام ایرانیان و غیر ایرانیان من واقعا پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونید. و ما صحبت و گفتاری داشتیم راجع به طریقی که شاید روابط احساسی، عاطفی و جنسی در ایران باستان بود بین زنها و مردها و بعد مدرنیزه شدن این مسئله و تفاوت اونها و ایشون پاسخی دادن یا پاسخ ندادن در حقیقت نظرشون رو گفتن. بیشتر صحبت از این کردن که احساس میکردن یک مقدار چیزهایی که گفته شده شاید زیاد صحیح نباشه و یا منصفانه نباشه و ایشون نوشتن که درسته که در ایران قبلا از زن به یک حالت خاصی بهش نگاه میشده و الانم یک جریانی وجود داره که میخواد زن رو به همون دوران سیاه گذشته برگردونه و حقش رو بگیره و ازش سوء استفاده کنه، ولی در برابرش یک جریان دیگه هم وجود داره که میخواد زن رو به اون آزادی جنسی برسونه و مثل زنهای غرب بهشون حق آزادی داشتن روابط جنسی و سکسی بده. و برای زنان ایرانی که در قرنها نه مثل زنهای یونانی که از روی سنگهایی که حک شده داریم میبینیم که بیشترشون با بدنهای اوریان نشون داده شده، ولی توی ایران و چندین هزار تاریخ 2500 ساله ایران همیشه زنهای حالت محجوبانه و پوشیده داشتن و این حالت آزادی جنسی و رابطه آزادی به زن ایرانی دادن ممکنه برای زن ایرانی صحیح نباشه، چون ما روشمون غلط بوده و یا غلط هست دلیل نمیشه که روشی رو که در غرب دارن و زنها رو به این آزادی رسوندن که بعضی وقتها حتی آزادی نیست، بعضی وقتها روابطی که زنها و دخترهای آمریکایی دارن بیشتر به حالت تنفروشی و به تمایل پسرها جواب دادن و تحت فشار فرهنگشون به این بازی جواب دادنه و از خودشون نمیاد و بنابراین مطمئن نبودن که این برای الگوی ما برای مردم ایران و برای فرهنگ ایران درست باشه و ایشون گفتن من جواب این رو ندارم ولی میدونم که الگوی غرب هم الگوی درستی نیست. ایشون یک مسئله هم راجع به یک نکته هم راجع به مهریه زن صحبت کرده بودن که اگر که خانمی در ایران مهریش مثلا 30 سال پیش 50,000 تومان بوده، امروز برمیگردن نگاه میکنن به اینکه قیمت طلا 30 سال پیش چند بوده و اون رو در واقع تبدیل میکنن به قیمت طلا امروز و اون رو از مرد میخوان و اموال مرد چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج قرار هست که بین زن و مردی که میخوان جدا بشن از هم جدا بشه. البته خودشون هم جمله آخرشون اینه که توی دادگاه‌های ایران متاسفانه همیشه به حق و حقوق زن و اون چیزی که باید بهش برسه جواب مثبت داده نمیشه و همینطور که گفتم جوابی واقعا ایشون هم نداشتن، ولی خواهش کردن که این موضوع رو بیشتر بشکافیم و بیشتر سعی کنیم به زن به اون حق و حقوقی که داره در فرهنگ خودش و به شکلی که به وقار و به شخصیتش میاد برسیم، نه اینکه سعی کنیم الگوی غرب رو به ایران بیاریم. از سر قسمت قانونی این مسئله، چون من سالیان سال در ایران نبودم و خانم
آفاری هم یه مقدار از تحقیقاتی که کرده بودن توی این کتاب نوشته بودن در مورد مسائل قبلش، در چه میدونم قوانینیه که مکررن در تمام ممالک تغییر پیدا میکنه، قوانین ازدواج و طلاق مکررن در حال تغییر هست، در نتیجه اگر که صحبتی راجع به قوانین شده که تازه هست و قاعدتا شاید در این کتاب زمانی که داشته نوشته میشده نبوده رو ممکنه که ایشون درست میفهمن. تا اونجا که من یادمه اگر که مهریه نوشته شده بود به صورت سکه طلا، به صورت سکه طلا هم مشخص میشد، ولی اگر به تومن